بعضی ها می گویند وقتی غریبان به پیغمبرمان توهین کردند که ما مسلمانان با خیانت به یک دیگر، خودنمایی، روابط حرام و بد اخلاقی به پیغمبرمان توهین کردیم. این گفتمان جالب نیست و در این شرایط زمانی زیانش بیشتر است ای خواهر و برادر عزیزم. توجه داشته باش، هرگز درست نیست مسلمانان گناهکار را با دشمنان پیغمبر و دین در یک پله ترازو بگذاریم. این راه جلوگیری مردم از گناهان نیست. ما مسلمانان گناهکار همانند توهین کنندگان پیغمبر هستیم. هرگز هرگز هر انداز اخلاق و رفتار مسلمان بد باشد و نه انواع گناهان را مرتکب شود و در مقابل اخلاق و رفتار کافر و توهین کننده نیک باشد با هم قابل مقایسه نیستند. یک مسلمان که به توحید و نبوت ایمان دارد، الله و پیامبرش را دوست دارد، بهتر از نیک ترین کسی که به پیامبر توهین می کند. زیرا کارهای نیک او اعتباری ندارد، زیرا ایمان که شرط قبولی اعمال است در این شخص یافت نمی شود. توحید بسیار اهمیت و ارزش دارد و اعمال درونی قلبی نیز بسیار ارزشمند است، از جمله دوستی با الله و پیامبر، تعظیم و احترام الله و پیامبر، ترس از الله و امیدوار بودن به رحمت الله سبحانه و تعالی. و تمام اینها اساس فرستادن پیامبران است. بدین خاطر پیامبران فرستاده شدند. کاتب آسمانی فرود آمد، ترازو گذاشته می شود که مردم به دوزخ و بهشت روانه شوند. پروردگار ما دادگر است، گناهان کبیره را در صف شرک قرار نداده است. ما مسلمانان گناهکار مثل آنان هستیم؟ ابدا. این سخن نامید کننده است و به مسلمانان این حس را می دهد که آنان در پردگاهی هلاکت به سر می برند. فقه های ما بیان داشتند حدود شرعی در سرزمین جنگ با دشمن اجرا نمی گردد و اگر مسلمانی شراب نوشی تا زیانش نزنند، زیرا ممکن است نحوتش گیرد و به دشمن بپیوندد. اکنون ما با توهین کنندگان در جنگ هستیم. با زبانتان مسلمانان را تازیانه نزنید که به دشمن بپیوندد. و ای مسلمان گناهکار، با اینکه گناهکاری از پیامبرت دفاع کن که در روز قیامت شفاعتت را خواهد کرد.